تبدیل از کتاب یادداشت‌های یک کتاب فروش. نشستم این کنج پشت کامپیوتر دارم می نویسم. باید این کار را هرچه زودتر تمام کنم. اول صدای ترمز ماشین می آید و بعد از چند لحظه در باز می شود. صدای زنگوله آویخته بالای در. سلام استاد، تشریف نمی آرین؟ از جا بلند می شوم. مردی در آستانه در ایستاده، می خندد. نگاهش می کنم. چهره آشنا هست و نیست. لبهایش بیشتر به خنده باز می شود. دندانهای سفید مرتب درشت، دهانش تمام چهرهش را می پوشاند. همچنان می خندد. استاد، همه منتظرند. می پرسم کجا؟ مرد زن می شود. انگار تصویرهایی در هم ادغام می شوند. هر چند ثانیه آن که ایستاده در آستانه در شکل عوض می کند. زن می شود، مرد می شود، جوان، میانسال، مسن. راه می افتم طرف او. می چرخد و از در می رود بیرون. من هم دنبالش می روم. جلوی در یک وانت لکنته ایستاده. پشت وانت یک تابوت مجلل نو که چوب قهوه ای رنگش برق می زند. آن که مرد و زن می شد حالا باز همان مرد اولی شده و دیگر نمی خندد. اشاره می کند به تابوت و بعد به جمعیتی که ایستاده توی پیاده‌روها و خیابان. انبوهی زن و مرد با لباس‌های رنگارنگ، هر کدام یک بادکنک بسته شده به نخ دستش گرفته. روی بادکنک‌ها که در هواست تصویری محو نقش بسته و چیزهایی با خطی ناآشنا نوشته شده. صدای همهمه بلند می‌شود، انگار جمعیت ذکر گرفتند. می‌گویم فکر می‌کنم اشتباه شده. مرد می‌گوید نخیر، همین آدرس رو دادن و به کاغذی که در دست دارد اشاره می کند. بعد دستش را بلند می کند طرف بالا سمت کلیسای بالای بلندی خیابان روبرو. نگاه می کنم. به جای کلیسا مسجد بزرگی است با دو گلدسته بلند و چندین بلندگوی بزرگ. ناگهان صدای لا اله الا الله از بلندگوها بلند می شود. جمعیت دم می دهد و بادکنک های رنگارنگ بالای سرشان موج می زند. مرد می رود طرف وانت. با یک دست به آسانی در تابوت را بر می دارد. تودوزی اطلس آبی و صورتی براقی با یک بالشتک منجوق دوزی شده نمایان می شود. بفرمایید استاد. میگویم من کار دارم. متاسفانه که صدای بلندگو قطع میشود و باز هم همه نامفهوم جمعیت در فضا میپیچد. مرد باز میخندد، خنده صورتش را پر میکند، باز بنا میکند به تغییر کردن. زن میشود، مرد میشود، پیر میشود، جوان میشود، میانسال. یک توکپا میریم و برمیگردیم، زیاد طول نمیکشه. میگویم آخه من باید باشم اینجا، کار دارم، قرار دارم. میگوید نگران نباشید استاد و اشاره میکند به پشت سرم. برمیگردم. سگ کوچک ملوسی یک پایش را گذاشته به چارچوب در و دارد میشاشد. سگ صاحب ندارد. هنوز شاشیدن سگ تمام نشده که از لای درز سنگهای سنگ فرش پیاده رو جلوی در موجودات ریز جنبندهی به سرعت می آیند بیرون و در صفهای موازی راه می افتند طرف در. اینها مراقبند. هوا کم کم تاریک می شود، انگار هم ابر باشد هم مه، و تاریکی مثل دود غلیظی همه جا و همه کس را بپوشاند. میگویم نه. چند نفر از بادکنک به دست ها راه میافتند طرفم. خودم را پس میکشم.
مراقبم که پا نگذارم روی آن موجودات ریزه در هم لولنده. سگ هنوز دارد می شاشد. شاشش راه افتاده از پیاده رو به طرف خیابان، که ناگهان صدای زنگ تلفن همراه آژیر زوزه مانندی شنیده می شود. آن چند بادکنک به دست و مردی که هی زن می شود و هی مرد می شود و هی سن عوض می کند می ایستند. همه بر می گردند طرف مسجد را نگاه می کنند. کامیونی از راه می رسد، شبیه ماشین های آتش نشانی اما به رنگ آبی که چراغی سرخ روی سقفش می چرخد. مرد می رود طرف کامیون. از پشت مه تاریک چیز مشخصی پیدا نیست. مرد پس از چند لحظه بر می گردد. ببخشید استاد، گویا اشتباه شده، مزاحم شدیم. می گویم من که عرض کردم. می خندد. بله فرمودید شرمنده، مصدع اوقات شریف شدیم، بعد خدمت می رسیم. دستش را دراز می کند طرفم، با او دست می دهم. دستش انگار از اسفنج است، نرم فشرده می شود و مایعی از لای انگشتانم می چکد که چرب است و چسبناک و غلیظ. می رود می نشیند پشت فرمان وانت لکنته. یکی از آن بادکنک به دست ها می رود در تابوت را می گذارد. بعد صدای آژیر بلند می شود و همه خاموش می شود. همه محو می شود. برمی گردم طرف راست، خیابان بالایی را نگاه می کنم. کلیسا سر جای همیشگیش نشسته. تاریکی مهگونه محو می شود کم کم. هوا روشن می شود. برمی گردم بروم داخل کتاب فروشی. دیگر اثری از آن موجودات ریز نیست. سگ کوچک ملوس هم نیست. اما چارچوب در خیس است و پیاده رو هم. می آیم تو. اول می روم دستم را حسابی صابون می زنم و می شویم. بعد ظرفی را از آب پر می کنم. می برم چارچوب در و پیاده روی شاشالود را می شویم. آنگاه بر می گردم باز می نشینم پشت کامپیوتر به نوشتن.